و ما خبر آخر برخی از زائران و دنبال کنندگان های عمرانی آستان مقدس عباسی درباره سرنوشت سنگ های مرمر جدا شده از کف و دیوارهای حرم و صحن متحر مرقد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام سوال می کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس عباسی میسم رزاق نهمه مسئول واحد مرمر وابسته به بخش هدایا و نزورات حرم متحر در پاسخ به این سوال گفت از بیش از یک دهه قبل و همزمان با آغاز ساخت و سازهای گسترده و فعالیتهای عمرانی در آستان مقدس عباسی فکر بحر برداری از سنگهای مرمر جدا شده از قسمتهای مختلف حرم به وجود آمد قطعاتی که برای تبرک جستن با تقاضای زیاد زائرین روبروست او افزود روند خارج کردن این های مرمر شامل مراحلی متعدد است و قطعات در نهایت به اثرهای هنری زیبا تبدیل می شوند. به گفته ی رزاق این سنگ ها پس از مرحله جمعوری، شستشو و زدودن بقایای مواد ساختمانی برش می و سپس توسط کارکنان این بخش و گاه با استفاده از دستگاه های اوتوماتیک حکاکی می شوند و بعد برای استفاده عرضه می شوند. این سنگ ها با نقش ها و نوشته های متعدد رنگامیزی می شوند به طوری که با ارزش زمانی و مکانی این قطعه ها از جمله سنگ های گردنبندها ها و قطعه های بزرگ متوسط مطابقت داشته باشد. وی در خاتمه عنوان داشت زایران این هدایای هنری را به منظور تبرک جستن برمیگزینند و مبالغ نمادین دریافتی در ازای آنها برای ساخت و ساز در داخل آستان مقدس عباسی استفاده می شود. برخی از این قطعات نیز به صورت رایگان به زاران گرامی و مهمانان آستان اهدا می گردند.